امنیتی پیش کیجی مشکلات پیش کیجی خود دی پرزای چې د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچي د دې پر ځای چې د مسؤلیت څخه ځان خلاص کړي د دې پر ځای چې ملت و دوی ته مخ راواړوي چې دومره مصارف او د ملت پر غاړه مو پښه ور ایښې ده چې موږ تاسو ساتو موږ هیواد ساتو موږ پلانه کوو موږ پلانه کوو بیا هم تاسو امنیت نسي ساتلی د دې دپاره چې خپل د ملت فکرونه بلې خوا ته واړوي هغوی وغولوي پر افغانستان باندې اتهامات لګوي او پر افغانستان باندې د خپلو ناکامیو پړه اچي موږ ورته وایو چې خپل مسؤلیت ته متوجه سه خپل کار ته ژمن واوسېږه خپل د هېواد امنیت وساته افغانستان مه متهموه افغانستان د چا دپاره خطر نه دی بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله مهربان و نهایت با رحم سلام بیننده های عزیز انشاءالله که خوب صحتمند باشین بازم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم انشاءالله که شما در هر گوشه دنیا هستین در حفظ امان الله باشین تصاویر که شما تماشا کردین از اردوی ملی افغانستان را در قول اردوی 209 الفتح امید بری داریم که وزارت دفاع ملی افغانستان بیشتر از این توجه بکنه به اردوی افغانستان کوشش میکنند که وسایل و وسایط نظامی بلخصوص تانگ ها و آنوی ها و همچنان همی وسایطی که بسیار مهم اساسی است از زمان تجاوز قشون سرخ شوروی در افغانستان مانده آنها را انجینرهای افغانی ما شما ترمیم میکنند بازسازی میکنند و در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار میتن که خوشبختانه انجینرهای وزارت دفاع ملی افغانستان توانستند بسیار مهم و اساسی است در زمان جنگ ها و همچنان در زمانی که کدام کشور بالای افغانستان خدا ناکده تجاوز بکنند میتونند اردوی اسلامی افغانستان از او استفاده بکنه و در مقابل از اینها استادگی بکنند به می اساس خواستیم که تصاویر و همچنان همی گزارش را شما تماشا بکنید ببینید که چگونه این تانگ های انجینرهای افغانی ترمیم کردن و دوباره به دسترس نیروهای اردوی ملی افغانستان قرار دادن تا باشد که استفاده بکنن در مواردی که ضرورت میشه شما هم جریان را تماشا بکنین بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید لپت هرا په دې خلک څنګه چې په نورو برخو کې هیواد د پرمختګ په لوري روان کړی هم دغه راز د بیت المال حفظ او مراقبت ته ځانګړې پاملرنه کړې چې د تیرو دوو کلونو په موده کې زرګونه ملي اسلحه زرګونه ارادې موټرې ټانګونه انټرنیشنلې رینجرې او نور نظامي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارلې او همدا راز د یادو وسایطو د ښه خوندیتوب لپاره مناسب پارکونه او سایبانونه جوړ کړي بیا هم په د ټول د دو میاشتو کې موږ تقریبا نوي ارادې مختلف النوع وسایط موږ په خپلو انجینرانو سره په د نم کم امکاناتو سره موږ ترمیم کړي دي او کار د استفادې دپاره مو آماده کړي دي چې په دې وسایطو کې څلوېښت هموي ټنګونه دي او نه ویشت انټرنیشنل موټر دي درې غټ کرینګونه دي او څلور چې دی هغه پور کلیپونه دي نو تقریبا دا شپږ اتیا ارادې مختلف نوع وسایط کې دا ټوله موږ آماده کړي دي اوس د مسلمانانو او د اسلامي نظام د چتر لاندې مختلفو بخشو کې استفاده ورنه کیږي ملي دفاع وزارت خصوصا دغه الفتح کل اردو سمت شمال په سیمه کې چې څومره د اسلامي اردو تجهیزات دي
که آغا مطلب تانگونه دی که سقیل و سعید دی که لینجری دی که لور سقیل و خفیفه اسلحه دی منگا دی پا تپی تلاش که دی مختلف و صحاتون منگ دیر تانگونه و دیر سقیل و سعید اگر رتول کردی دی او لور مطلب رتول و چه تا منگ تا رپور اگل دی یا منگا کشب کردی دی اگر منگ رتول کردی دی که پال وی دی پال پا جمع که منگ کردی دی و که غیر پال دی اگر مطلب منگا پال و بی قید زی مکوی چه انده دی پر مطلب دی خورد و برد و دی برکی دلو اندیښنه نوی یاد نظامی وسایط چې د تیر ادارې پر وخت د زرګونو ډالرو په لګښت جوړېدل نن په ډیر کم مصرف د خپلو با احساس افغاني انجینرانو لخوا رغول کیږي. بل خو بیا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو او لیواګانو کې د دولتي اجناسو ثبت روان دی چې له ثبتولو وروسته به د خوندیتوب په موخه په یو مناسب ځای کې ځای پر ځای کیږي. نن ورځ بیا د 209 الفتح قلو اردو قمندانۍ اړوند د کنډک حمایه لوجستیکي د حفظ مراقبت اړوند افغان مسلکی انجینرانو په خپل توان او طاقت سره د 209 الفتح قلی اردو قمندانۍ اړوند نوی اراده هغه نقلیه ثقیله وسایط بیا ځلې ترمیم کړي او ګټې اخیستنې ته یې وسپارل. دا هغه ثقیله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي وو او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ وو. د 209 الفتح قلی اردو قمندانۍ په خاصه توجه باندې افغان مسلکي انجینران وتوانېدل چې ټول هغه عریضه دار تخریب شده هماوي ضربتي انټرنیشنل یا نور نقلیه وسایط دې ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه عراده ترمیم شوي او یو څه پاتې دي هغه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله العزیز په نږدې راتلونکي کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موتورهایی که جمع ببینید ما ترمیم ساختیم، ترمیم کردیم از قبل یامبی است، انترنشنال است، موتورهای کرند است، دیگه بلدوزر است یا فعال است، جایی که وظیفه ضرورت شده میتونه که وظیفه را اجرا کنه پس برگشت کنه. دیگه موتورهای ما قبلا هم موتور جون 2000 چند دانه موتور از وسایط یامبی زره انترنشنال است، یامبی است، امرپ است، موتورهای ضربتی است امرچیا د گنگرای کماندو جا د صاحبون استاد کردیم اوجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر همجا موظف فعال است هر جایی که وظیفه اجرا شوه بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میه. لکه څنګه چې خبر یاست مو د وړاندې د 209 الفتح قلی اردو افغان مسلکي انجینرانو په زرګونه اراده نظامی موټرې او زرګونه مله صلاح ترمیم او بیا ګټې اخیستنې ته وسپارله او دا د یو ځل بیا لسګونه اراده هغه نظامی موټرې چې ارزښت یې ډېر لوړ دی د افغان مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بیننده های عزیز شما همین کلیپ را تماشا کردین، دیدین که انجینرهای افغانی توانسته بودند اینها را خارجی ها یعنی امریکایی ها ناتو اجازه نمیداد که در زمان جمهوریت اینا جور شوه و از اینها استفاده بکنه. این تانک ها و وسایل نظامی که از عروس ها به ما مانده یک افتخار بزرگ به ملت افغانستان است که باید از اینها به بهترین وجه حفاظت شوه، محافظت شوه و این تانک ها که اگر خراب میشه همین انجینرهای افغانی ما دوباره ای را ترمیم بکنند و به دسترس نیروهای امارات اسلامی افغانستان بالخصوص به اردوی ملی افغانستان قرار بتن. اگر انشالله که در زمانی که میشه که استفاده صورت بگیره از این تانک ها و یک افتخار بزرگ است که حالا روز بر روز کوشش میکنند که وسایل و وسایل نظامی که چی در زمان جمهوریت چی قبل از او تخریب شده اونها را دوباره جور بکنند و به دسترس اردوی ملی افغانستان قرار بتن. از این جمله تیاره هایی که به نظامیان و همچنان با وزارت دفاع ملی افغانستان برمیگرده انجینرها و قوای هوایی چند عدد طیاره را نیز ترمیم کردن، جور کردن، دوباره به دسترس قوای هوایی قرار دادن که این هم بسا جای افتخار است. در ادامه از این کلیپ نظرات هموطنان ما را پیرامون امنیت و همچنان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور داریم. شما هم نظرات هموطنان ما را ببینین و بشنوین، باز ما را همراهی بکنین. که ولی از دولت باید ما دولت خود باید قبول داشته باشیم، دولت خود باید احترام بکنیم، دولت خود باید بپذیریم. اگه دولت نباشه ملت هم نیست، اگه ملت نباشه دولت هم نیست. بله شما آقای صاحب ایران بگین که حالا ما شما یک اردوی مستقل منظم داریم، از هیچ کشور تمویل نمیشه، بجز از جیب از ملت، از مالی ملت تمویل میشه، چقدر جای افتخار است؟
برای ما فکر کنیم که یعنی مکمل فکر که یک مملکت که نظام نداشت اون مردمش هم مرده. اگه نظام داشته باشه مردم بیدار و زنده داشته باشه. ما میتونیم نظام خود ما باید نگاه کنیم، دولت مردای ما باید نگاه بکنند. دولت مردم یا کسایی باشه که وطن دوست باشند، مردم دوست باشند، فرق در بین اقوام نداشته باشه، هیچ به حساب تضاد نباشه، او وقت میتونه که به حساب حکومتداری درست ما داشته باشیم. حق حکومتداری ما با وابسته به قوم و زبان و به حساب یک سمت باشه، او حکومت پایدار نمی باشه هیچ وقت. ولی اردوی ما قسم باشه که با مستقل باشه، نه که به حساب یک وقت یک رژیم تغییرات میه اردوی ما نباید از بین بره و نظام ما نباید از بین ببره، از بین برود. اگر نظام ما اینجا فعال می بود، همی دولت مردا فکر که سر از ما کار میکردند، یعنی نظام ما قوی تر می شد. یعنی فکر که از تانک توپ ما کمانده باید یک قوتی گوگرد که مربوط نظام میشه او باید از بین نروه. چی مانده که اولاد از این مملکت؟ اگه هر رقم به حساب که ما وطن ما اگر رشد بکنه، اگه نظام نداشته باشیم رشد نمیکنه. بله شد. چقدر جای افتخار است که حالا مثلا از زمان روزها، از زمان با ما تانگ های چنگدار مانده، مثلا تیاره ها مانده، وسایل و تجهیزات نظامی مانده که ناتو و امریکا اجازه نمیداد که را ترمیم شوند. اینها به امارت اسلامی از زمانی که آمده اینها را از گوشه و کنار از قریه ها جمع کردن، از قماندانی ها جمع کردن، آوردن اینها را دوباره ترمیم میکنند، ما مورد استفاده قرار میتن. این چقدر جای افتخار است؟ برای ما خود جای افتخار قدر فکر که ما جان خود کم قدوز داریم، باید همو وسایلی که به حساب از وطن ما حفاظت میکنه، از مردم ما حفاظت میکنه، از ننگ و ناموس ما حفاظت میکنه، اگه وارا نداشته باشیم ما حفاظت نمیتونیم. مثل جان خود اونمار ما باید حفاظت بکنیم. و دوم دیگه و به کسای تعلق داره زیادتر که به حساب نظام در دستشان است. یعنی من نمیتونم که به حساب یک جای داخل شوم و تانگ هوش فکر بکنم، یا به حساب یک وسایل، یا به حساب یک وسایل کوچک نظامی را. اول نظام مربوط به دولت مردم میشه که چی رقم حکم روایی داشته باشند که نظام نگاه بکنند، وسایلش نگاه بکنند، ولی مردم از خود راضی داشته باشند. بله شد. در اخیر ایران بگوین که چقدر به هموطنان ما بلخصوص به افغان ها برمیگرده که از نظام نظامی های خود که اینا محافظ دین و مثلا نوامیس ملی خاک این سرزمین است، چقدر باید با اینها همکاری بکنند و چقدر در پشت از اینها استاده باشند، چقدر از اینها حمایت بکنند؟ اول خود دولت مردای داشته باشیم، اول نظام وا میسازند، مردم وا راهنمایی میکنند. اگه نظام درست، دولت مردای درست قوی داشته باشیم، مردم خودش به حساب جذب نظام میشه، مردم خودش از نظام خودم حمایت میکنه، از مملکت خودم، از دین خودم، از ناموس خودم. اگه به حساب دولت مردای ما با یک زبان و به حساب یک مشت یک صدا نباشند، مردم هیچ وقت جمع نمیشه. تشکر هموطنان عزیز که تا این دم با ما بودین. شما هم دیدین نظریات هموطنان ما را و همچنان این کلیپ هایی که ما در ادامه این برنامه به شما نشر کردیم. تمام وسایل و تجهیزات نظامی که چی از اروس ها و همچنان ناتو و 53 کشور که در افغانستان باقی مانده، این تمامش بیت المال است و باید از این درست محافظت و حفاظت صورت بگیرم، چون که ما اشد ضرورت داریم کسایی که در نظام کار میکنن و در اردوی ملی افغانستان خدمت میکنن، چون که اینها وظیفه دارن که از اراضی و همچنان از خاکی سرزمین دفاع بکنن. و کسایی که برای سرزمین خدمت میکنن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که به خاطر حفظ جان و مال مردم چشم خود یعنی شب تا صبح بیدار میباشه، هیچ چشم را دوزخ لمس نمیکنه. و همچنان کسایی که یک ساعت به خاطر حفظ جان و مال مردم در راه خدا، به خاطر حفظ جان و مال مردم نگهداری میکنه، مثل همین سربازا، مثل افسران، مثل اردوی ملی افغانستان که از خاک و از نوامیس ملی کشور دفاع میکنند، اینها پاداش چندین ساله عبادت را نصیبشان میشه. با می امیدواری به شما بیننده های عزیز نیز واجب است که با نیروهای امنیتی بالخصوص اردوی ملی اسلامی افغانستان همکاری لازم داشته باشین، با اینها همکاری کنین و اینها را دوست داشته باشین. و کشورهای دیگر بالخصوص همی همسایه های ما، اگر شما بروین
در مورد آرمی و همچنان نیروهای امنیتی از اینها اگر شما یک صحبت بد کنین، فکر کنین که اینها شما را اخراج نه بلکه سالها شما را در زندان مندازم. اما متاسفانه بعضی افغان ها ما داریم که در مورد نیروهای نظامی که دفاع میکنن از این سرزمین سالها و روزها در سوشال میدیا بین خود که میشنن حتی حرفای بیجا میزنن که این بسا خیانت بزرگ است به حق کسایی که در این سرزمین خدمت میکنن. با امید از اینکه شما هم در این کشور هستین برای سرزمین دل بسوزانین و هم دیگر را و کشور خود و وطن خود دوست داشته باشین تا ما بتوانیم در این سرزمین زیبای افغانستان زندگی بکنیم. تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما هم وطنان عزیز را به الله پاک بنیاز مسپاریم. زنده باد افغانستان. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.